بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با حسینه شیرجان، رئیس مؤسسه کمک به معارف افغانستان. خانم شیرجان سلام، با شما خوش آمدین به برنامه. سلام خوب هستین و سلام به همه شنوندگان. خانم شیرجان، حالا گفته شده که 18 مکتب در خوست ساخته میشه. ما در نه تنها در ولایت خوست، در سراسر افغانستان تا چه حد به ساختمان مکاتب نیاز داریم؟ خب یک موضوع را میخوایم درباره مردم خوست بگویم که بسیار جالب است، چون هیچ ولایت دیگه به این شکل نیست. مردم خوست اگر که مجبور هم شدن که از افغانستان بیرون برن و کار کنن به هر جای دیگه که بودن، پس آمدن و امو پول را که به دست آوردن خواستن که دوباره به خوست سرمایه گذاری بکنن و یک علاقه مندی زیاد هم به تعلیم و تربیه خوشبخت دارن، که امیدوار هستم دیگه مردم دیگه ولایات هم از اینا کم کم یاد بگیرن، چون بسیار زیاد مردم خوست میخواین که خوست بسازن. واقعا با اینکه ما خودم شخصا خوست نرفتیم، ولی شنیدیم و میبینیم که مردم بسیار علاقه دارن که خوست بسازن و اگر که همگی امی رقم باشه بالاخره افغانستان ساخته میشه. و ما یقین دارم که درست میگین، معلوم دار ساختمان تعمیر مکاتب برای همه ولایات ضرور است و ضرورت بسیار عاجل است. یعنی تو نیست که ما بگوییم که برویم باز استاستا، اگر باز کارها هست که میتونیم استاستا بکنین. ولی اصل گپ دیست که اگر ما میخواییم که درباره ساختمان مکتب یا ای که اطفال میز و چوکی ندارن و هر چند روز باد سرزمین موضوعات بحث میکنیم، اما بحث اصلی و کلی و اساسی میمونه مثل قصه افغانستان است، برای که ما مصروف یک موضوع دیگه میشیم که اصل گپ میمونه بالکل. امروز ما اصلا اگر ببینیم یک مشکلات بسیار تهدیدی و اساسی که هست، ما یه رقم است که همیشه میخواییم که عوامل مرض سرش میپیچیم بسیار زیاد، تا ای که خود مرض بخواییم از ریشه تداوی بکنیم. این حال وقت که اگر ما بخواییم که مرض از ریشه تداوی بکنیم، باز در او صورت ما شما ایچ وقت این بحث نمی داشته باشیم که آیا دیگه مکاتب ضرور است یا نیست، یا مردم طفلا به زمین شیشتن یا نشیشتن. اگر به این بحث عمیقاً بپردازیم، معارف در افغانستان با چه چالش های عمده ای روبرو هست که باید او حل شود تا ما بتانیم یک معارف معیاری و خوب داشته باشیم؟ خب معارف تا بال بسیار زیاد تر از این بحث هم شده و همگی هم میفهمن که یکی از عوامل بسیار عمده و اساسی معارف فساد اداری است و در عین زمان حجم وزارت معارف است. تعداد کارمندای وزارت معارف اگر من اشتباه نکرده باشم بخلم در حدود 44,000 تنها کارمند هستند بدون معلمان، بیرون از معلمین. این حال وقتی که شما میبینین و در عین زمان کمبود معلم است در وزارت معارف. وزارت معارف اگر 180,000 معلم داره و 50% از این معلمین وجود شرایط درس دادن و معلم بودن ندارن، که او صنف 14 است، یعنی تا صنف 14 هم 50%شون نخوندن، تا صنف 12 خوندن. پس ما به یک مشکل بسیار، به یک بحران کلان روبرو هستیم اینجا. اگر که شما ما میگیم که 9 میلیون نفوس شاگردا به مکاتب میاد، شما ببینید که اگر 180,000 شاگرد استاد معلم دارین که او هم 50%ش وجود شرایط درس دادن نیستن و ما این 9 میلیون شما جمع تقسیم بکنین، من نمیفهم بعد از، یعنی اگر که فرض میکنیم که 50% از این 9 میلیون به مکاتب یعنی از صنف اول تا صنف شش هستن و باز بود از او اینا معلمای برای هر مضمون شما یک معلم دیگه کار ضرورت دارین. یک بحران بسیار کلان در این بخش است که ما کمبود معلم است. وزارت معارف بسیار زیاد کلان است و وزن وقتی که یک هر اداره که بسیار زیاد کلان میشه، اما مدیریت از او بسیار مشکل میشه برای همه. حل این مسائل زمان زیاد را در بر خواهد گرفت و به یک اصلاحات بنیادی نیاز هست. اما بیاین اگر در این موارد هم بپردازیم که حداقل در کوتاه مدت برای حل مشکلات شاگردان که یکی از اون موارد ساختمان هست، چه کارهایی را وزارت معارف تانسته تا حال انجام بده و شما تا چه حد تانستین در این زمینه حداقل کمک هایی را داشته باشین؟
خب بعضی موضوعات دیگه هم هست در وزارت معارف که باید گفته شوه، که یعنی وزارت معارف هم توانمندی از ایره که مشکلات حل کنه، مشکلات تخنیکی وزارت حل بکنه و یا ای که به او برسی. این وزارت معارف باید مکمل خودش بتونه که همه کارهای خودش پیش ببره، در حالی که فعلا همه کارهای وزارت معارف خارجی پیش میبره، یک قسمت زیاد کارهای وزارت معارف اصلا یونیسف برشون پیش میبره. موضوعات تخنیکی همگی مربوط به یونیسف میشه و این مشکلات هست که معلم دار وقتی که مثلا موضوع ساختمان مکاتب است، ما موسی کمک به معارف افغانستان در بخش ساختمان مکاتب هیچ کار ما هیچ وقت نکردیم، چون واقعا ما کدام علاقه مندی خاصی ندارم و همکارا هم زیادتر علاقه مندی به، یعنی فقط در قسمت مدیریت شما میخواین کمک بکنید؟ ما میخواییم که در قسمت مدیریت، در قسمت احیای حساب تعلیمی یا امی سیستم معارف کمک بکنیم، تا این که همونطور که یک پروگرام بسیار خاص ما ساختیم که همون پروگرام تسریع موسی کمک به معارف افغانستان یکانه ابتکار بود که در 18 سال گذشته در معارف شد و ما یک پروگرام بسیار خاص برای یک طبقه بسیار محرومه که اینا از درس و تحصیل مانده بودن ساختیم، که هنوز همه امیدوار هستیم که یک تجدید نظر شوه و ما این پروگرام بالاخره برای همه هموطنا برسانیم و برای همه، نه تنها برای زنها، برای مردها هم باید این پروگرام ساخته شوه. ما زیادتر علاقه مندی به ساختمان تعمیرو نداریم، برای زیک ساختمان تعمیرو من فکر میکنم که کار وزارت معارف نباید باشه اصلا. ساختمان تعمیر برای وزارت معارف کار دیگه وزارت ها باید باشه و اونا باید مجبور باشن که تعمیرها رو برای وزارت معارف بسازن، برای که وزارت معارف باید مصروف بهبود معارف باشه و ای که ما چطور از این بحران بسیار کلان بی‌ثباتی بالاخره برایم. و فکر میکنین که اما هنگی لازم میان وزارت خانه های افغانستان و نهاد های مختلف وجود داره، مخصوصا در قسمت معارف با وزارت های دیگر که میتونه برشون کمک کننده باشه؟ نخیر، متاسفانه که هماهنگی که باید در بین وزارت ها باشد تا امروز وجود نداشته و ما امیدوار هستم که بعد از این پیدا شود. برای اینکه اگر شما ببینین دلیلی که ما مجبور شدیم که همین پروگرام تسریعی رو برای خانمایی که از درس و تحصیل باز ماندن بسازیم، همین بود که یک وقت در سالهای 1960 و 1970 موسسه نسوان وجود داشت. موسی نسوان امی دختر خانمایی را که در مکتب صنف 10 11 12 می بودن ازدواج میکردن، اونا را جذب میکردن و اینا اونجا تا صنف 12 خود خلاص میکردن و در میرفتن پوانتون. ولی وقتی که موسسه نسوان به وزارت زنا تبدیل شد دیگه هیچ کار نشد، اتون نشد، اما پروگرام ها را مجبور شدن بسته کنن و بود از او دیگر نگفتن که خب وزارت معارف خیلی بیاین که ما شما بشینیم، ما اینی پروگرام های تعلیمی را داریم برای اینی طبقه مردم و ایره اگر ما بسته میکنیم شما ایره دبارش چی کار کرده میتونین. این یک نمونه هست و همطور بین وزارت ها اصلا همکاری ما نمیبینم تا هنوز. شما برای معارف افغانستان کمک میکنین، حالا حتی در بخش مدیریتی، ولی فکر میکنین تا چه حد نیاز هست که برای شاگردان زمینه مساعد باشه، چه از مساعد ساختن ساختمان تا مواد درسی و همچنان در قسمت مدیریتی که باید مد نظر گرفته شود؟ خب بود از اینکه وزارت معارف باید بسیار کوچکتر شود، قابل مدیریت باشه خود وزارت، باز بود از او باید که پارتنرشپ های بسیار درسته و اساسی با مؤسسات غیر انتفاعی ساخته شود تا که کارهای معارف واقعا پیش بره و ما بتونیم که برای همگی به یک سویه درسی بسیار خوبه مهیا بسازیم، که واقعا شاگردا بالاخره یک چیز یاد بگیرن، چون که یاد گرفتن کسی یاد نداره در افغانستان. اتفاقا اون روز یک دوستم دخترکش ضرب زبانی را میخوان، اما تو بسیار تیز تیز میخوان، اما تو کلش هم تو زفت کرده بود، اما وقتی که من استادش کردم و پرسان کردم که یک 4624 چی مونا میته، یه رقم طرف بسیار به تعجب سر کرد که تو چی میگی، یعنی چی مونا میته چیست، من میفهمم. اینه میره زفت کرده، بالکل زفت کرده بود، یعنی مانای چیزی را که میخوانم، یعنی میتوت درسی از نظر شما مشکل داره، یعنی امو یاد گرفتن کسی یاد نمیگیره هنوز در افغانستان. من فکر میکنم مکاتب بالکل شکل مکتب تغییر بکنه، چون ما باید انسانهایی بسازیم که اصلا خودشان باید بتونن تصمیم بگیرن که چی میخواین بکنن در زندگی بالاخره،
و شوقشون چی است و امو استعدادای داخلی خود خودشون پیدا کنن. یک طفل باید تا 12 سالگی یا 14 سالگی بفهمه که واقعا شوقش چی است به زندگی. میخواد موسیقی یاد بگیره، میخواد رسومی یاد بگیره، میخواد رئیس جمهور شوه، میخواد در سیاست باشه یا میخواد که یک تجار شوه. نه، ای استعدادایی هست که من فکر میکنم که در وجود هر انسان و هر طفل است. این حال شما فکر کنید که هر طفل اونا مقدر توجه کار داره که واقعا یک معلم ببینه امو استعداد در او طفل که باز امو استعداد رشد بده. ولی در صورت که شما در هر صنف 70 تا 100 طفل درس میخوانن و یک معلم است، شما برای یک نفر هم نمیتونین اصلا توجه بکنین. پس در کل مشکل وجود داره. پس در کل مشکل بسیار کلانی وجود داره. بله، شما حداقل طرحهایی را داشتین که بتونه در این زمینه کمک کننده و معرف باشه تا در میتودهای درسیشان، در شیوه مدیریتشان تغییرات و بهبود خوب به وجود بیاید. ما بسیار کوشش کردیم و هنوز هم میکنیم که یک تغییر بیاریم، یک تحول بیاریم در معرف. و ما امیدوار هستم که بالاخره، خب یک کار آسان نیست، اینجا در افغانستان کار کردن هم آسان نیست و در معارف هم کار کردن آسان نیست، ولی من فکر میکنم که بالاخره ما موفق میشیم که بتونیم واقعا یک تحول بیاریم که انسان ها بالاخره یاد بگیرن یک چیز و از مکتب رفتن لذت ببرن، نه ای که فکر کنن که او با شکر سبا رخصتی است. یعنی خوش باشن به ای که رخصتی ها خلاص شوه و زودتر پس مکتب برن. همینطور که واقعا ما زمستان ها بر شاگرد ها رخصتی نداشتیم. خب شاگرد های ما طفل نیستن، همه گی کلان هستن، سنشون بلند است. وقتی که مجبور شدیم که یک ما رخصتی بتیم، سال نیفم یک در 12 سال پیش بسیار زمستان سخت آمد. ما زمستان مجبور شدیم که 3-4 هفته شاگرد ها رخصت کنیم. واقعا که پدرای شاگرد ها آمدن دو هفته بعد دروازه مکتب میزدن و میگفتن شما چرا زودتر باز نمیکنین، برای اینکه دخترای ما و خانمای ما نمیخواین که دیگه در خانه بشینن، میخواین مکتب بیان. اما از طرح و پیشنهاد مشخص دان نگفتین که چه هست. میشه بگین کدام طرح مشخص داری؟ طرحی که ما برای موسی کمک به معرف ساخته بودیم، یعنی پروگرام تسهیلی که ما ساخته بودیم، کمک به وزارت معرف باشه. طرحی که با کل بتونه برای وزارت معرف باشه، ما یک طرح داریم به نوشته البته، و او چیزی نیست که ما بر شما در ظرف 2 دقیقه گفته بتونم، ولی امیدوار هستیم که او را باز بتونیم برای رئیس جمهور بعدی و وزیر معرف پیشکش بکنیم. ممنون از حضورتان در برنامه.